به نام خدا سلام کریمی هستم از انگلیش آنلاین توتی درس امروز گذشته ی ساده من و دوستم هفته پیش رفتیم کیش اول رفتیم ساحل بعد من رفتم یه دوربین خریدم دوستم رفت پارک و شب با هم غذا خوردیم مثلا گذشته ساده یعنی عملی که قبلا انتفاق افتاده و تموم شده مثل همین داستانی که من تعریف کردم گذشته ساده رو معمولا تو دو مورد استفاده میکنیم یک عملی که گذشته اتفاق افتاده و تموم شده و مورد دوم مجموعه اتفاقاتی که در گذشته افتاده مثلا وقتی که شما میخواین یه خاطری رو تعریف بکنین مدام از گذشته ساده استفاده میکنیم حالا گذشته ساده رو چجور میسازیم؟ ساختارش بچه به این صورته اول فایل رو میاریم که میتونه ضمیر فایلی یا اسم باشه و بعد شکل گذشته فعل رو میاریم و بعد بقیه جمله بچا تو انگلیسی شکل گذشته فعل دو حالت داره یک افعال با قاعده دو افعال بی قاعده افعال با قاعده همونطور که اسمشون روشه از یه قاعده پیروی میکنن و اون قاعده هم اینه که آخر فعل ما ایدی اضافه میکنیم ولی افعال بی قاعده از این قاعده پیروی نمیکنن حالا چند تا مثال بزنیم اول چند تا مثال با افعال با قاعده بزنم stay میشه ماندن یک فعل با قاعده است یعنی گذشتهش ایدی میگیره I stayed home last night من دیشب خونه موندم play میشه بازی کردن فعل با قاعده است یعنی گذشتهش ایدی میگیره he played PS4 last week اون هفته پیش PS4 بازی کرد call یعنی تماس گرفتن یه فعل با قاعده است یعنی گذشتهش ایدی میگیره He called me yesterday اون دیروز به من زنگ زد حالا بریم سراغ افعال بی‌قاعده، افعال بیقایده بچه ایدی نمیگیرن و شکلشون اصلا امکان داره به کلی عوض بشه مثلا Go میشه رفتن اگه من بخوام گذشته فعل go رو بگم میشه went You went to Turkey last month تو ماه قبل رفتی به ترکیه ایت میشه خوردن یه فعل بیقاعده است و گذشتهش میشه ایت وی ایت سوشی تو days اگو ما دو روز قبل سوشی خوردیم هف میشه داشتن یه فعل بیقاعده است و گذشتهش میشه هد They had a very bad day. اونها یه روز خیلی بد داشتن. بچه ها فرقی هم نداره که زمین رفعالی ما چی باشه اگر فعل ما با قاعده باشه ایدی میگیره اگر هم بی قاعده باشه که خب شکلش عوض میشه برای تمامی زمین رفعالی هم یکیه مثلا I played He played She played You played We played They played I went He went She went You went We went They went حالا این چند تا تیکه فیلم ببینیم؟ She talked to me. She talked to me. He went home. He went home. We needed help. We needed help. Sorry I broke your toy. Sorry I broke your toy. They wanted money. They wanted money. You took my gun. You took my gun. He talked to me. He talked to me. Um she went home. Um she went home. کلمه لاست رو هم قبلا یاد گرفته بودیم مثلا گفتیم last night یعنی شب گذشته حالا میتونیم از این کلمه یعنی last برای روزهای هفته استفاده بکنیم مثلا میخوام بگم جمعه گذشته دوشنبه گذشته میشه last friday last monday و وقتی که ایام هفته رو با کلمه های مثل لست میاریم دیگه نمیخوان حرف اضافهش که آن بود رو استفاده بکنیم خب یه نکته تلفظی مهم بگم که قبلا اشاره کرده بودیم کلمه لست اگر بعدش مثلا کلمه مثل فرایدی بیاد اینجا تی بین دو تا حرف بی صدا قرار گرفته اس و اف میتونیم تی رو تلفظ نکنیم و به جای اینکه بخوایم بگیم لست فرایدی میتونیم بگیم last friday چی رو دیگه نمیخواد بگیم یه مثال دیگه به جای که بگیم last monday میتونیم بگیم last monday بریم سه تا مثال ببینیم last saturday last saturday tuesday tuesday thursday thursday friday friday خب اینم از درس امروز امیدوارم که خوشتون اومده باشه ترمینای اینستا یادتون نره جمله سازی هم فراموش نشه همین پایین میتونین نمونه جمله رو بنویسین اگه دوست داشته باشین میتونین از خودتون فیلم بگیرین و برای من بفرستین برنامه انکی رو اگه هنوز نداری میتونین از شبکه های اجتماعی ما به آدرس انگلیش آنلاین توتی دانلود بکنین فیلم بعدی هم حتما ببینین تا فیلم بعدی خداحافظی